پیاده سبک اسلحه بودن، جمعیتشون هم زیاد بودن، میجنگیدن، منتها چون اسمشون نمیمده، مطرح نبودن، رسمیت نداشتن، چیز بودن دیگه. دادای خیلی جالب داریم، مثلا توی کشتی جنگی پاروزنا رو نمیشمردن، خیلی جالبه. مثلا میگه کشتی داره میره فلانجا میجنگه، مثلا 32 نفر سرنشین داره، 32 نفر سربازای سنگین اسلحه توشن. بعد میرفتن میجنگیدن آخه، مثلا 200 نفر آدم توش بودن، تو کشتیه بودن، 100 نفر آدم تو کشتیه بودن و میرفتن میجنگیدن. اصلا نکته خیلی نقش مهمی داشتن تو جنگ، طبقه دریانوردی که نیمه بردن، ولی خب یعنی یا رعیتن، اونایی که پیاده سبک هستن فقیرن، رعیتن یا بردن. خب یعنی اینو بهتون حواستون باشه که یونانیا که به ایران، یعنی مقدونیا که به ایران حمله میکنن، یه موج جمعیتی خیلی جدیه. این که شما میبینین تا ایران غرب، ایران شرقی ساخلوها و اردوگاه های یونانی زبان دارین، پلیس دارین، دلیلش اینه جمعیت دارن دیگه. آره این خیلی چیز مهمیه. اینه که داریوش سوم اصلا بخاطر بیورزگی شکست نخورد، تحکی بود شکست میکن. چی؟ خیلی جا داره. چیو؟ نه خودم همه اردش، خودم داروش سوم. داروش سوم نه مقبره نداره است. داروش سوم مقبره نداره. من دستکم نشینه من. شاید بعدن رو ساختن. منتها داروش سوم میکشن اصلا. میدونی که شهربان سقط میکشتش. خب شهربان سقط که مدعی سلطنت هم بوده. یعنی خودش به اسم اردشیر چهارم تاجگذاری میکنه بلافاصله بعد با مقدونیا میجنگه. خب چیز اونا اونجا میکشنش دیگه، یعنی این داشته به سمت ایران شرقی میرفته تو راه میکشنش، تو مرف، ظاهرا تو مرف میکشنش. منتها به احتمال زیاد چیز شهربان سقط، توطئه شهربان سقط بوده پشتش. خب این که تفرشو فرستاده چین رو بیاره و بعد اینا نیست اصلا؟ چین نه، چین اصلا مهم نبوده اون موقع. این مال دوره چیز تو داری فکر میکنم یزگرد سومو میگی؟ آره آخر دوره ساسانی این اتفاق میفته. یزگرد سوم یه پسر داشته به اسم پیروز، پیروزو میفرسته چین که آره کمک بگیره، یه کمک کوچولویی هم میگیره یه مقطعی. آره جان داریم نه نیست، به خاطر اینکه فاصله بین چین و ایران، نه علاوه بر اینکه عوارض طبیعی جدی داره، قبایل بین این دوتا قبایل ابتدای کار ایرانی بودن، بعد کم کم مغول هم میشن، فرهنگشون فرهنگ ایرانی. همین الان هم اینجوره. ببین استان سینکیانگ که بین ایران و چینه، ترکستان در واقع، الان چینی ها بهش میگن سینکیانگ، این پر پهناورترین استان چینه ها، یعنی مساحتش از همه استانهای چین بزرگتره، چیز خیلی خیلی گسترده ای. و این منطقه بوده که ترکیه، اتفاقا امروز در مورد این میخوام براتون بگم، امروز در مورد اقوامی که دوره اشکانی اینجا زندگی میکردن، راه ابریشم رو درست کردن میکنند. هیمالیا مهمه، منطقه ببین راه داره راستشو بخوای. اون شمال یه جاییه به اسم در واقع بیابان تاکلاماکان بهش میگن، از شمال مغولستان. آره اینجا که در واقع گذرگاهی که از بالای پامیر سر در میاره و مغول هم از همونجا حمله میکنن، راه ابریشم هم از همونجا شکل میگیره، اونجا راه داره واقعا. خب منتها مسیرش اینطوری بوده که ایرانیای میرفتن اونور، چینیا فقط زائر و اینا رد میشده ازش، میمدن بلخ و اینا زیارت. آره بودایی بودن میمدن زیارت میکردن. امروز اتفاقا همینو میخوام براتون بگم. امروز ساعت دوم ببین قلمرو خاوری در واقع کل این نزدیک 10 میلیون کیلومتر مربع از این طرف هندوکش به شرق یه قلمرو خیلی وسیع گسترده ایه. منتها دولت چین، ببین اینطوری بهتون بگم، بزرگترین دولتی که بر چین حکومت کرده این یکی الان هست. مساحت و جمعیت، مساحت هم همینطور، جمعیت که طبیعیه چون دوران جدید جمعیت زیاده، منتها مساحت هم همینطور. یعنی ببین دولت‌های چین دولت‌های بزرگی خیلی نبودن. ببین دولت‌های بزرگی هن نسبت به چینی که الان می‌بینید دولت بزرگی نبوده. خب و مثلا دوره اشکانی و اینا که دولت داره در چین تأسیس میشه، دولت جدی دارن، چند قرن ادامه پیدا میکنه، مثلا یه دودمانشون توی اون دوره واقعا مساحتش چیز چشمگیری نه، اصلا قابل مقایسه با ایران نیست. آره امپراتوری چه تعریفی داره؟
ببینید معمولا میگن موقعی که یه واحد سیاسی جمعیت ها و اقوام متفاوتی رو فتح کنه، خب در این حالت میگن، یعنی مثلا روم، امپراتوری روم از موقعی که رومیا میرن مثلا گلها رو شکست میدن، بالکان رو میگیرن، کارتاج رو میرن میگیرن، میدونی از ایتالیا میان بیرون میشه امپراتوری. تا وقتی تو خود ایتالیا اقوام ایتالیا دارن متحد میشن، این رومه، هنوز دولت روم، جمهوری روم اصطلاحا بهش میگن. میگیرن گل و یه مدتی میگیرن رومیا دیگه. رومیا در واقع از مثلا قرن اواخر قرن دوم، سزار دیگه، قرن اول قرن اول پیش از میلاد، از نزدیک صد پیش از میلاد شروع میکنن به حمله به سمت گل و به سمت آلمان و مثلا اون چیز آره آسترکس و بلیکس. خوندین بچه ها کومیک استریپاشون رو؟ نخوندین آسترکس و بلیکس رو؟ فیلم هم داره، فیلمش هم خوب. کومیک استریپاشون نخوندین واقعا؟ میدونین دارم وسوسه میشم چی کار کنم، چون اینقدر خوبه دارم فکر میکنم بذارم رو کانال، گرچه خیلی احتمالا کار بدیه، ولی لابلای اونم کتاب هایدگر فلان اینا حالا تن و آسترکس، ولی خیلی خوبه، یعنی کمیک استریپاش واقعا عالیه. آره نه واقعیت هم اینه که نمیتونست آخرش هم نتونستن نگهدارن گل رو، و گل امپراتوری روم غربی رو ویزیگوت ها در واقع از بین بردن که از گل داشتن میومد، خیلی هاشون گل بودن، اصلا فرانک ها و اینا خیلی موثر بودن. منتها این اون اولات مال دوره ساسانی ها، یعنی این تا دوره ساسانی اونجا رو واقعا داشتن یه تیکایشو. فقط اینو یادتون باشه بچه ها، چیزا روایت های کارتونی اینطوری چیزا ایدئولوژیک هم توش ها. این رفیقمون که کشیده آسترکس و بلیکس چی اسمش؟ نه هرژه نقاشش، هرژه تنتنو کشید، اینا رفیقم بودن با هم دیگه، اسمی رو اسم خوبی داره. این چیزه، این اصلا جزو ناسیونالیست های نجات پرست چیزه، جزو در واقع اکسیون فرانسه است، یعنی این جریان همین الان هم هست، این جریان شبیه فاشیسم، تقریبا شبیه فاشیسم فرانسویه. منتها همین هایی که با عربا و الجزائری ها و اینا خیلی مشکل دارن و نمیدونم چیز میکنن، تیپ نئونازیست هم میمونن الان، منتها این اصلا جزو اونا بوده، یعنی اغراق هم توش هست دیگه. سلام. این داستانی که مثلا وایکینگ ها این کلاه شاهدار اینا رو دارن، مثلا میگه اصلا خدمتی نداره، واقعی هم نیست، از یه تئاتری که مثلا 100 سال پیش اجرا میشده این هم. آره ببین، لباس های اونطوری راستشو بخوای سکاست همه، خب اینا لباس سکا هاست. حالا امروز باز دوباره ساعت دوم خیلی هاشو بهتون نشون میدم. منطقه ببین، اقوام سکا میرن توی اروپا و قاطی میشن با اینا، یعنی شما مثلا وایکینگ ها متأخرن، وایکینگ ها دیگه مثلا مال اواخر قرون وسطا دیگه، در واقع قرن 10 و 11 به بعد شما دیگه وایکینگ، حمله وایکینگ ها از قرن 8 میلادی به بعد دارین تا قرن 11 و 12. منتها این متأخره، منتها این اقوامی که مثلا ویزیگوت ها، استروگوت، گوت ها مثلا، حالا شرقی غربی دارن، استروگوت و ویزیگوت بهشون میگن، یا نمیدونم واندال ها که اقوام جرمانیه که با رومیا می جنگیدن که اونجا میبینی، اینا خیلی عنصر ایرانی توشون است، خب یعنی با سکاها خیلی قاطیه. یکی از قبایل مهمشون آلانه دیگه، آلان اصلا یعنی ایرانی، خب بعد رهبراشون خیلیشون ایرانی هن اصلا، اسماشون اسم سکاس همه، خب گندوبار، گندوباد، اینا اسماشون فارسی هستن. خب اینه که اینا رو حواستون باشه، اونا لباس های اینطوری داشتن، اونا اصلا عجیب غریب، مثلا همونایی بودن که جمجمه‌هاشون رو می‌بستن، کلاهای عجیب غریب داشتن، اینا همون قبایل ایرانیشونن، عنصر ایرانیه توشون. خب آره جالبن، خیلی خوبه رو بره. خب بچه‌ها من میگم شروع کنیم ها، چون 5 دقیقه هم گذشت. نه خب اگه موافقین من چراغ جلو رو خاموش کنم، اون چراغ عقبم روشن کنم ببینم چی میگن این بچه‌ها با واقعا. آها روشن نمیشه کرد، راحت باشین بچه، روشن نمیشه گرده. خب ببینین، امروز من میخوام براتون در مورد پهلوانای یونانی بگم. توجه دارین دیگه، من الان اینا رو در واقع اساطیر یونانی رو دارم یه برشای میدم، چون تو 4 جلسه که همشو نمیشه گفت، من دارم یه برشای میدم مهمتریناشونو.
که مهمتریناشونو که احتمالاً شما شنیدین ولی ممکنه حالا خیلی هم ریزه کاریشون ندونین و میخوام بهتون منتقل کنم که در این حال یه مقایسه‌ام بتونین با عناصر ایرانی موازیش داشته باشین. اگه خاطرتون باشه دفعه پیش براتون گفتم که یونان که ما الان داریم بهش یونان تمدن یونانی که میگیم اولین شکلش یه تمدنی بوده بهش میگن مکنای که مکنای میسنی خیلی ها نوشتن این شکلی میویسنش. خب خود یونانی ها اینشون او میخوندن اینشون که میخوندن سی نداریم دیگه کاپ هست تو یونان کاس اینم اوپسیلونه او میخوندنش. خب ببین او یعنی اوپسیلون او کوچولو یا اومگا اومگا میگن. خب دوتا او داشتن او کوتاه او بلند اینطوری بگیم این او کوتاه رو اوپسیلون این شکلی میوشتن میشده موکنای. تو یونانی به این میگفتن موکنای. موکنای کجاست؟ ببین شبه جزیره این بالکانه دیگه. خب شبه جزیره یونانه این ناحیه تنگه کورینت به پایین و ببین تنگه کورینته دیگه اینم دریاست دیگه دریای اژه. خب معلومه دیگه نه چی بشه این حالا رنگش خود سفید افتاده منتها این تنگه کورینت از تنگه کورینت به پایین و موکنای میگن بهش و اولین نشانهای تمدن یونانی هم که ما داریم یعنی اولین نشانهای یه چیز شبیه زبان یونانی اینا که خط لاینیار بی بهش میگن خط سطری بی مثلا اینطور بخواییم ترجمه کنیم مال این منطقه است. تاریخش هم بخواییم بدونین هلوش 1600 پیش از میلاد تا 1200 پیش از میلاد این تمدن بوده یا 400 سالی 400-500 سالی شما یه تمدن اینجا داریم. این تمدنی که داریم حرفشو میزنیم یه عناصر اولیه فرهنگ یونانی رو نشون میده مثلا زبان یونانی نشانهایی است. الفبای یونانی شکل خیلی خیلی اولیه الفبای یونانی که فینیقیه وامگیری شده توش هست. شکل سازماندهی اجتماعی یونانی ها که یه طبقه جنگاوری هن و بقیه بردن این توش دیده میشه منتها یونان به معنی کلاسیک کلمه نیست مثلا پلیس ندارید هنوز. خب متن یونانی شما ندارید هیچ قصه یونانی که از اینجا برای ما مونده باشه نداریم همه متأخرتر منتها به نظر میاد این مردمی که الان ما بهشون میگیم یونانی اینجا بودن یعنی شکل اولیهشون یکی از تبارهای مردم یونانی اینجا بودن اینطوری بهتون بگم. همونطور که قبلا هم براتون گفتم هولوش قرن 11 پیش از میلاد یعنی در واقع دقیق بخوام بگم نزدیک 1100 پیش از میلاد یه جریان جمعیتی خیلی بزرگی برمیخیزه در جهان باستان و مهاجرت‌های خیلی بزرگ رخ میده. اصطلاحا تو تاریخ به این میگن فروپاشی عصر برنز. خب فروپاشی عصر برنز که این همون جریانیه که منتهی به این میشه که آرامی‌ها و کلدانی‌ها از شبه جزیره عربستان و فلسطین و اینا مهاجرت کنن بیان توی میان رودان و بیشتر اون دولت‌های اون ناحیه رو از بین ببرن. اقوام هند اروپایی شمالی بیان مهاجرت کنن به جنوب تو آناتولی همه جا رو به هم بریزن. دولت هیتی که یادتونش دولت بزرگی بود دولت میتانی اینا همه از هم از بین میره. دولت کاسی رو ایلامیا حمله میکنن. یه موج مشابهی هم وارد ایران زمین میشه که قبایل ایرانی هن دیگه. زرتشت هم مال همین دوره است. خب زرتشت هم آخرین تاریخی که براش داریم مال همین دوره است نزدیک همین دوره بود. پس بنابراین توی این شرایط حالا شلوغ پلوغی توی این منطقه شما میبینید که یه مجموعی از اقوام هند اروپایی میان حمله میکنن به اینجا که اینا مهمترینشون سه تا گروه هن قبلا براتون گفتم ایونیا هستن که بیشتر میرن آناتولی آیولیا هستن که بیشتر شمال همین بالکان و شمال آناتولی هستن و دوری ها هستن. خب دوری ها میانی منطقه رو میگیرن. دوری ها بعدا میشن اسپارتیا مهمترین شاخهی که ازشون باقی میمونه اسپارتیا. قبوله؟ حالا من میخوام در مورد پهلوانان یونانی براتون امروز بگم. پهلوانان هم دوتاشو انتخاب کردم که شلوغ نشه برسیم. یکیش هراکلس هرکول که مشهوره دیگه به اندازه کافی. یکیش پرسئوسه که به لطف هالیوود الان باز بیشتر از پیش مشهور شده. خب اول پرسئوس رو میگم که قدیمی تره بعد هراکلس رو براتون میگم. خوبه حواستون باشه هراکلس و پرسئوس دوتاشون مال اینجان مال موکنایان و با پرسئوس بذاریم شروع کنیم. ببین پرسئوس اصلا میگن بنیانگذار موکنای در این حد مهمه. یونانیا مثل جمشیده برای یونانیا یعنی اولین پهلوانی که میشناسن پرسئوس. اگه لطف کنی بعدی رو آره آره هرکول نواده پرسئوس. چند سال تفاوت داره؟
خب تو اساطیر دیگه، تو اساطیر که سال خیلی مطرح نیست، منتها نسلی میتونیم بگیم. مثلا میتونیم بگیم که 4 نسل بعدش بسیگی داره چجوری حساب کنی، چون یکی در میون وسطش دوباره زئوسه. خب هم بابای پرسئوس زئوسه، هم بابای هراکلس زئوسه، اون وسط هم بابای یه سری دیگه باز دوباره زئوسه. خب زئوس خیلی فعاله، کلا حامی چیز بوده، خاندانش بوده به شدت. منتها مثلا میتونی بگی 4 نسل حدوداً فاصله دارن. ببین چیزی که اینجا میبینین، این مهاجرت همین آخر عصر برونزه. یکی این مهاجرت ها که مهمه هست همین فینیقیایی هستن که میان میرن، اون دفعه براتون گفتم شمال ایتالیا میرن و خود تا فرانسه و اسپانیا و اینا میرن چیز رو درست میکنن، به اتروسکا و دولت اتروسکو اینا رو بعدن درست میکنن. یه موجی از اینجا به شمال به جنوب دارین که اینا همون دوری ها هستن. دوری ها بچه ها مردم مکنای رو فراری میدن، یه سریشون رو به کرت و سمت در واقع آناتولی. خب پس تمدن مکنای یه خورم پخش میشه، جا به جا میشه توی این ماجرا، قبوله؟ و حالا دیگه بقیه بخشای تاریخیشو قبلا گفتم، مهمم نیست الان توی اسطوره. اگه لطف کنیم بعدی رو. آره جان، ببین چون همه شهراشون چون ساحلیه، خب قدیمی هم هست اون منطقه. آخه ببین اون منطقه که ما بهش میگیم فینیقیه، حاشیه غربیه این حوزه تمدن ایرانیه که از اول اول از اولین نقاطیه که اصلا شهرنشینی شکل میگیره. یعنی از اولین لحظه که ملت شهرنشین شدن اونجا آدم بوده، تو شهر داشتن زندگی میکردن، میدونی؟ اینه که خیلی قدیمیه. شهرهای دیگه مثلا خود شهرهای یونانی و اینا خیلی هاشون مثلا 1500 سال دیرتر اصلا تأسیس شدن. یعنی به لحاظ تاریخی انباشت فرهنگی که اونجا رخ داده واقعا چشمگیره. نه آره آره از خشکی فقط رد شد. ببین هوموس اولیه دریانورد نبوده اصلا. بعدم یادتون باشه خروج از آفریقا که میگن یه چیز مربوط به حدود 100,000 سال پیشه، یعنی اون آدمی که داریم حرفشو میزنیم خیلی ابتدایی تر از آدم الان بوده، هوموساپینس بوده، مثل ما بوده. حتی معتقدن که یک عناصر یه مقدار سیمکشی عصبی این وسط فرق کرده، یعنی زبان طبیعی که ما به کار میبریم به احتمال زیاد مال 70-80,000 سال پیشه. خب مال بعد این اتفاق خروج از آفریقاست. خب اینو توجه داشته باشیم بهش. گونه همونه ها، نژاد هم همونه ها، توی همون گونه این تحول اتفاق افتاده. مثلا مهاجرت از خروج مهاجرت از آفریقا به بیرون خیلی قدیمیه نسبت به پیدایش کشاورزی و نمیدونم شهرنشینی و دریانوردی و اینا. ساختن کلک به نظر میاد از اول بوده، یعنی چوبی که تو ببندی به هم بندازی تو آب بوده. بادبون و انرژی بادم اولین انرژیه که آدم استفاده میکنه ازش، به جز انرژی عزولانی و آتش، این دوتا قدیمی ترن. منتها بعدش باده. خب و توی بادبونه، منتها کشتی هنو شما ندارین اصلا. کلان بشه دریانوردی خیلی ابتدایی بوده. ببین شما هومر رو میخونین میبینید که کشتی یونانی وقتی میرسن به ساحل یونانی ها چی کار میکنن؟ کشتی ها رو میذارن رو کولشون و میبرن تو، یعنی کشتی اینقدر کوچولو بوده که ور میشن رو کولشون میبردن میذاشتن توی مثلا ساحل آب نبرتش. خب یا دریا نوردی همیشه کنار ساحل بوده، فکر نکنین میزدن توی دریا. فینیقیا بودن ستاره قطبی رو پیدا کردن، متأخر باز. خب یعنی همیشه کنار ساحل را میرفتن میدیدن خشکی رو، آره گم میشدن. یعنی اصلا اینطوری نبوده که همینطوری، اینکه یکی بره وسط دریا و هیچی نبینه دور و برش فقط دریا باشه، یعنی گم شده میمردن علت. خب منظره این منطقه‌ای که ما بهش میگیم جنوب یونان یا حالا مکنای هستی مرکزیش اینجا بوده، توی دوران کلاسیک این شکلیه بچه‌ها. فقط برای اینکه من ممکنه این کلمه‌ها رو به کار ببرم ببینید که جغرافیاش چه شکلیه. ببین این جنوب یونان یه جایی بهش میگن لاکونیا. خب لاکونیا همون جایی که میشه اسپارت بعدن. خب لاکونیا این اسپارت. بغل دست شما یه جایی دارین به اسم مسنیا.
که بعضی با موکنایو میخونن میسنی بعد با این قاطی میکنن. خب این کاملا متفاوت. مسنیا یه جایی بوده برای خودش، اسپارتا میرن اینا رو میگیرن همشون هم برده میکنن، یادم هم میکشتنشون، اینم یادم شورش میکردن. اصلا تاریخ اسپارت تاریخ کشمکش اینا در مقام برده و اینا در مقام ارباب، کلا تاریخشون این شکلیه. پس این بعدا میشه دولت اسپارت، دولت اسپارت اینجا رو میره میگیره. این وسط وسطش خیلی مهمه، یه جایی بوده بهش میگفتن آرکادیا، سرزمین خرس، آرکوس این خرس دیگه، آرکادیا. این ورش الیسه، این ورش آرگولیسه. با اینجا ما کار داریم الان، یعنی من میخوام در مورد آرگولیس و شهر مرکزی آرگولیس یعنی آرگوس میخوام حرف بزنم. خب این منطقه هم کورینته دیگه، خود شهر کورینته و این منطقه بهش میگن تنگه کورینت که جای مهمیه، خیلی مرکز تجارت مهمی بوده. این بالا بچه آخاییه که اون اقوام آخایی که توی هومر میبینین میرن نمیدونم میجنگن با تروا و اینا، از اینجا میرن، هستی مرکزشون نیست. من در مورد آرگوس میخوام صحبت کنم، قبوله؟ جان الان میشه یونان، آره آره میشه جنوب یونان، تیکه جنوب یونان میشه اینجا. آه. جان کل مدوزا، مدوزا آره میگم امروز قصه شو براتون بچه. این پرسئوسه به شکلی که حالا خیلی مثلا باحال ترسیم شده جدید، اون یه چیز نقاشی دیواری رومیه که پرسئوس داره آندرومدا رو نجات میده. اینم پرسئوسه که داره مدوزا رو میکشه. پرسئوس یه رابطه خیلی جالبی با خانوما داشته، یا نجات میده یا میکشتشون. خب که حالا امروز میخوام براتون بگم چرا اینجوریه، بعدی را لطف کنید. خب البته خود مادر پرسئوس هم یه همچین ویژگی داشته. پرسئوس به لحاظ تباری باباش زئوسه، خب باباش خدای خدایه، مادرش که اینجا میبینید خانم رو اسمش از دانائه. خب دانائه دختر شاه آرگوس بوده. خب شاه آرگوس اسمش هم الان ببینم یادم میاد یا نه، آکریسیوس اسم بابای دانائه است. خب حالا اینقدر مهم نیست واقعا اسمش، اسمش آکریسیوسه. آکریسیوس شاه آرگوس یه دختری داشته به اسم دانائه و خودش پسردار نمیشده، هم ناراحت بوده که چرا من پسردار نمیشم. میره پیش سروش خدایان و سروش خدایان بهش میگه که تو پسردار نمیشی ولی دخترت یه پسر پیدا میکنه که تو رو میکشه. و خب خیلی ناراحت میشه، موقعی که متوجه میشه نوهش قراره او رو بکشه و به همین خاطر دانائه دخترش رو که قراره زاینده اون قاتل خودش باشه رو توی یه برجی قایم میکنه، برجی که سقفش از جنس مفرقه خب و بالاش هم بازه، یعنی به آسمون راه داره. و خب طبیعیه که زئوس این فرصت استفاده میکنه، مثل زدل خان همه جا هست و میبینید که در قالب بارانی، حالا ببین بچه اسطوره رو دارین دیگه، مادر پرسئوس باکره ایه که بچه دار میشه و خداوند در قالب باران درش نفوذ میکنه، بارانی از جنس طلا. خب و بعدن یونانی ها میگن باران طلا، یعنی طلای ایرانی، حالا الان براتون میگم. بارانی برو میباره و باردار میشه و پسری میزاد و اسم پسر رو میذارن پرسئوس. حالا سوال است که پرسئوس یعنی چی؟ و برای من خیلی شگفت انگیزه که چرا این سوال مطرحه، چون پرسئوس خیلی قشنگ روشنی یعنی چی؟ پرسئوس خیلی روشن در یونانی باستان یعنی پارسی، پرسئوس خیلی روشن یعنی پارسی. و به لحاظ اسطوره شناسی هم پرسئوس با بزرگ پارسا محسوب میشده. پرسئوس یه پسری داره به اسم پرسس، پرسس بابای هخامنشیا بوده، از دید نیای هخامنشیا بوده، از دید یونانیای باستانی خیلی روشنه که پرسئوس یعنی پارسی. شما میتونین بریم بگردین ببینین خود یونانیای جهان باستان که این اسم آوردن نظر خودشون چی بوده، و جالبه که همه نوشتن، یعنی هم هرودوت هم دیگران گفتن که پرسئوس یعنی پارسی. خب کلمه رو گفتن معنیش یعنی چی، گفتن از اسم پارسا گرفته شده. بعد برای من خیلی شگفت انگیزه که الان در زمانه ما کلی ما مقاله داریم در این مورد که پرسئوس یعنی چی، ریشه این کلمه واقعا چیه، و خب در یونانی ریشه نداره راستشو بخواین. مثلا مهمترین ریشه‌ای که تونستن براش پیدا کنن چیزه، این رفیقمون که خیلی هم آدم خوبیه، گریوز، روبرت گریوز،
که کتابای چیز داره، کتاباشو دکتر مجلسی عزیزمون ترجمه کرده، خب که این رمان نویسه ولی خب تاریخ خیلی خوب واقعا میدونه و مقاله و متن تاریخی خوبم داره و اون معتقده که ریشه کلمه پرسوس از کلمه پرته، پرت تس، تتاسا، این سه نقطه، از این گرفته شده که یعنی ویران کردن، نابود کردن، له کردن و بنابراین پرسوس یعنی له کننده، ویران کننده. خب اسم اولا قشنگی نیست برای یک پهلوان، بعدم اینکه پرتوس هیچ کس نگفته، همه پرسوس میگن، بعد مشتقات اسمش همه سه، پرسس اسم پسرش و بقیه هم همه دوباره سه دارن. بعد اینکه هرودوت میگه که این نیای پارسا بود و میگه پارسا میدونستن که این نیای یونانیای همچین اسطوره‌ای دارن، چون میگه خشایارشا موقعی که میخواست به یونان لشکرکشی کنه برای مردم آرگوس، همین شهری که گفتم، پیغام فرستاد که ماها با هم دیگه فامیلیم، پرسئوس پهلوان شماست و با بزرگ ماست، و مردم آرگوس گفتن آره ما باید متحدیم و متحد میشن با ایرانیا. این اسطوره خیلی اسطوره جدی بوده اون دوران. بنابراین ریشش خیلی روشنه به نظرم، پرسوس یعنی پارسی، خیلی چیز شگفت انگیزی نیست. ولی توی چیز، توی میخوای آزاده یه چیز کنی؟ آره آره، یکی دو نفر با تیر بزنی برای سقوط روش پرسوسی. و پرسوس بنابراین یه چیزه، یه شخصیت نمادیه که به ایرانی ها گره خورده. حالا ببینم، یه چیزی که پیش میاد اینه که پرسوس اگر واقعا، حالا من توی اون کتاب اسطوره معجزه یونانی استدلالی کردم، گفتم که پرسوس شکل اسطوره‌ای شده پارسی هستن، خب یعنی سربازان پارسی توی یونان شکل اساطیری داشتن، اصلا کلن پارسیان، و نمونه قائیش پهلوونشون بوده، پرسوسه. و اونجا یه سری شواهد هم آوردم که اتفاقا از اولین لحظه ای که تماس بین یونانیان و قبایل پارس شروع میشه، از اونجا اسم پرسوس رو شما میبینین. و یه اسم دیگه هم میبینین، میدونین که مدعا، ماد، که جادوگره، زنه، و مدعا مؤنثه دیگه، جادوگره، و مادها جادوگر بودن دیگه، عدید یونانی ها مغ بودن و جادوگر بودن و این حرف ها. آره نه نه، جذبه مهم نیست، به نظر میاد چیز خوبی براشون تعریف کردی، چون خوشحالتر شدن. آره دارن عکس میگیرن، اب نداره، امیدوارم فیلم فقط نگیرن، عکس بالاخره تموم میشه یه روزی. بعد اب نداره که صدا میاد دیگه، مشکل ندارین که. نه حالا اونم خوش خوردم، خوبه دیگه. آره اینطور که امیر داره نگاه میکنه احتمال داره بترسن فرار کنه. چیه؟ آره آره خیلی. بعد پرسوس بچه بنابراین به نظر من شکل اسطوره‌ای شده پارسا توی یونانه، و این خیلی جالبه که اولین پهلوان بزرگی که دارن پرسوسه. قدیمی ترین متنی که شما در مورد پهلوان یونانی، ابر انسان یونانی در واقع دارین، خود همین پرسوس. کیان؟ آها مسئولین خود اینجا مثلا؟ نه جالبه که همم هم دم درن، یعنی از اونجا این صدا داره میاد، ولی خب پچه نمیرن بیرون. آره نه واقعا دارن آب میریزن. این جدی گفتی اینو؟ جالبه. آره. خود خانم دکتر هم هستی، ما از رو رفتیم. آره. آره. توی چیز کس بنابراین بچه ها سلام، بعد بنابراین پرسوس رو به این شکل میشه تفسیر کرد و تفسیر قدیم یونانیان هم چنین بوده، این نکته رو داشته باش. خب پرسوس اتفاقی که براش میفته اینه که بابا بزرگه نگران بوده که این قرار رو بکشتش دیگه، بنابراین حالا تیکای اساطیری رو ببینین دیگه، مادرش و پسر نوزادش رو توی جعبه میندازه، نمیخواستن بکشتشون چون بابای طرف زئوسه دیگه، یعنی یه حراسی هم داره، اینا رو میذاره توی جعبه چوبی و میندازه تو دریا، که شما رو یاد چی میندازه؟ داستان شروکین و موسا و آره این داستانی که تکرار میشه چند جا دیگه، چون اینا رو اسلام بهش میگن میتم، یعنی استورک مثلا، عنصر اساطیری، چیزی که تکرار میشه، مضمونیه که یادم تکرار میشه، یکیش اینه. تو یونان این اولین آدمیه که اینو داره، خب و عناصرش هم خیلی شرقیه اتفاقا، هم پرسوس هم هراکلس، الان میرسیم هراکلس هم میگم.
پرسوس با مادرش توی قایق بودن، توی کشتی در واقع جعبه چوبی بودن و میرن میافتن در یه گوشه ای و یک ماهیگیر اینا رو نجات میده. ماهیگیر اسمش بوده دیکتس. دیکتس بچه یعنی تور ماهیگیری، اسمشون خیلی بامزه است. بعد دیکتس جالبه با اینکه ماهیگیر نسبتا فقیری بوده، یه داداشی داشته که حاکم اون منطقه بوده، اسمش بوده پولی دیکتس. خب یعنی پولی خیلی دیکتس به دست میاره، چیزای زیادی به دست میاره، آزمند بوده یارو. چه؟ میرسیم بهش. نه 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 فعلا کاری نداره، فعلا کاری نداره. پوزیدون هم هست ولی میرسیم بهش. پولی حالا این پرسوس کم کم بزرگ میشه برای خودش و یه جوون برومند دلیری میشه. پولیدکسس گلوش پیش مادر چیز پرسوس گیر میکنه، یعنی به عبارت دیگه میشه خواستگار دانائه. و پرسوس خب یه پسری هم این دانائه داره که پرسوسه برای خودش دیگه، آدم نیرومند دلیر پهلوانیه و خب این نمیتونه صرفشو بزنه و پرسوس هم مثلا که دعوایی داشته با عمو خوندهش، چون در واقع پدر خوندهش میشه برادر همین آدم دیگه. و در نهایت پولیدکسس برای اینکه اثر باز کنه این پسر رو، یه مهمونی بزرگی میگیره و میگه برای من هدیه بیارین. قرار میشه همه براش هدیه ببرن، برای مراسمی برای خویی که خدایان قرار بوده اجرا کنه. و گرونترین هدیه‌ای که میشد برد اون موقع چی بوده برای یونانیا؟ اسب. اسب خیلی چیز مهمی بوده. خب و پرسوس خب فقیره و اسب نداره و میره مهمونی و میگه که من اسب ندارم ولی هر چیز دیگه بخوای من حاضرم برات هدیه بیارم. و پولیدستس هم دقیقا منتظر این بوده، میگه اگه راست میگی برو سر مدوزا رو برای من بیار. حالا مدوزا کیه؟ مدوزا یکی از ایناست و اینا گرگونن بچه. بچه یونانیان باستان همونطور که قبلا هم براتون گفتم اساطیرشون کلا یه مقدار ضد زنه، یعنی عناصر زنانه در اساطیر یونانی منفیه اصولا. یکی از عناصر خیلی منفیه در این حال خیلی زنانه تو اساطیر یونانی موجودی بهش میگن گرگون. گرگون به نظر میاد کلمه‌اش گرگ، ریشه گرگ، انگار صدای خورناس کشیدن حیوان درنده بوده، انگار ناماوا بوده اولش. توی سانسکریت هم از همین بن داریم که صدا یا علامت جانور درنده است. احتمال داره کلمه گرگ خود ما همین باشه ریشش، یعنی درنده وحشی همچین معنی میده. گرگون سه تا موجود مؤنث خیلی مهیب مثل شیطان، مثل دیو بودن. خب بین این سه تا یکیشون میرا بوده، یعنی یکیشون آدم بوده و تبدیل شده بوده به گرگون که اون یه دونه اسمش از مدوزا. حالا اول در مورد خود گرگونا یه چیزی رو یاد بگیریم جالبه براتون، چون اینو شما دیدین این ور اونور نمیدونستین احتمالاً گرگونه. ببینید یکی از تصاویری که از گرگونا داریم مربوط به مثلا قرون بلافاصله قبل قرون هم دوره تقریبا ظهور هخامنشی است. خب قرن مثلا 4 5 پیش از میلاد. بدر لطفانی. خب بچه توی یونان یه چیزی داشتن بهش میگفتن آیگیس. آیگیس یه پوستی بوده که مینداختن رو شونه‌شون. خب یه پوست معمولا هم پوست بزه. آیگوس یعنی بز اصلا. خب و آیگیس اینه، این الان آیگیسه، این که میبینید. آره آره آیگیس ای اولش اینطوری میمیسه ای جی آی اس. خب میبینید الان اینو دیگه، این تیکسا، بقیه پیرنشو کاری نداریم. چی میبینیم وسطش؟ خورشید نیست، کله گرگونه. کله گرگونو معلوم نیست چرا، احتمالاً مثل نظر قربونی بوده، روی آیگیس معمولا میدوختن یا میکشیدن. و بعدن اینو شما روی لباس خیلی ها دارین، مثلا دوباره اینجا میبینین آتناستین بعدی را اگه لطف کنین. و رو سینه سپر اسکندر، سینه زره اسکندر، زره سینه اسکندر. خب و بعدی را اگه لطف کنین و امپراتور آگوستوس، اول امپراتور روم. خب بنابراین همون گرگونه. خب چیه؟
آها منفیه، منتها به نظر میاد یه چیز شبیه دفع شر، مثلا نظر قربونی، یه چیزی که انقدر مهیبه که وقتی عکسشو میذاری اونجا همه نیروها قرار میکنن، یه همچین معنی ظاهرا داشته. ببین اهریمنی اهورایی ندارن اینا ها، اینا یه چیزای مهیبی دارن، یه چیزای مثلا دلپذیری دارن، اخلاقی نیست. آها ها. میخوام بهتون بگم بچه این مدوزا نیست، این گورگونه اتفاقا. یکی از اینا مدوزاست، نقاشی کارواجیو دیگه، خب جدیده. آره حالا این یه دونه میرا بوده، اصلا آدم بوده اولش. چی بوده ماجرا؟ ماجرا اینه که یه دختر خانمی بوده، خیلی زیبا بوده و یه مقطعی میگه که من از آتنام خوشگلترم. خب بعد موهاش هم خیلی قشنگ بوده، مو قشنگ بوده. و در نتیجه آتنا، خب معلومه که هوبریس، اون دفعه براتون گفتم طبیعیه که آتنا عصبانی میشه و اینو تبدیل میکنه به یه موجودی که موهاش ماره و مارای سمیه، نیش میزنه و میگن انقدر این قشنگ بوده که هر کی بهش نگاه میکرده خیره میشده و آتنا نفرینش میکنه. حالا موهاش هم مار شده، در ضمن هر کی چشش به این بیفته، چش تو چش بشن، تبدیل به سنگ میشه. ادامه همینه که آره مثلا خیلی دیگه همون اتفاقی که انگار در حالت عادی این راه میرفته موهاشو احتمالاً باد میبرده و ملت مفتونش میشدن، اون خیلی تشدید میشه و میشه یک هیولایی به نام مدوزا. و مدوزا که این کلهشو کله بریدهش الان دارین اینجا میبینین، تنها گورگونیه که میتونه میشه کشتش. دو تای دیگه مثل ببین اسم دارن، منتها توی اساطیر خیلی نیستن، به جز اینکه دنبال میکنن پرسئوس تو همین داستان، خیلی خیلی مطرح نیستن. میگم به نظر میاد بچه یه چیزی ایتون باشه، مادینان دیگه، مثل اینکه دختران خدایانن، یه قصه هایی داریم در موردشون، منطقه خیلی حاشیه، یعنی نه خیلی نقش مرکزی ندارن. مدوزاست این وسط مهمه. اینم یادتون باشه که این خدایانی که این شکلی هن خیلی تو حاشیه‌ان و یه خورده منفی هن، معمولا خدایان مهم قدیمی هن. یعنی احتمالاً مثلا مردمی که توی خود مکنای خیلی قدیم زندگی میکردن یه ایزد بانوانی داشتن که اینا از یاد کم کم رفتن و اقوام جدید که اومدن اینا تبدیل مثلا گورگون شدن، احتمالاً یه همچین شکلی داره. خب خود مدوزا راستش بخوای این اسم الان اینجا، خب منتها خود مدوزا معنی که الان پیدا کرده یعنی موجودی که مثل هشباس، موجودی که پا خیلی داره. اسفنجا رو بهشون میگن مدوزا، اسفنجا رو، هیدرو اینا رو دیدین چیز دارن دست و پا دارن، یه سری دست و پا به یه جا وصله، اینو میگن مدوزا. الان یه مقدارم وابسته به همینه دیگه، چون یه کله بوده که یه سری چیز داشته از روی این اومد. خب پرسئوس تصمیم میگیره که بره مدوزا رو بکشه. حالا میخواست پرسئوس رو سربنیست کنه دیگه، یه چیزی گفته که نتونه انجام بده، آره یا سنگ بشه یا نتونه اصلا انجام بده، خجالت بکشه دیگه، بره از آرگو، از چیز، از اون شهر. آرگوس نیست بچه‌ها، یه شهر دیگه است، خب نزدیک آرگوسه، توی شهری نزدیک آرگوس این الان اومد. پرسئوس را میفته بره که ماموریتشو انجام بده و کی میاد سراغش بهش کمک کنه؟ آتنا. چرا؟ چون آتنا با مدوزا دشمن، هنوزم دشمن، چقدر موهاش قشنگ بوده که همچنان باهاش دشمن. و آتنا میاد و در ضمن بابای طرف هم زئوسه دیگه، یعنی خدایان بالاخره پشتیبان نشن. اگه لطف کنی بعدی رو، آها بذار نه برگردیم عقب، من برگردیم دوباره خود پرسئوس رو بیاریم. آره بیا. آها ببینیم بچه ها، پرسئوس رو معمولا اینطوری نشون میدن که یه کلاخودی سرشه، کلاخوده رو حادث بهش میده، خدای جهان مردگان، کلاخوده رو میذاشته غیب میشده. یه کفشایی معمولا پاشه که بال داره، کفشا رو هرمس بهش میده، کفشای خودشو میده که میپریده با این کفشا دیگه، پس یه کفشایی هم داره که پروازم میتونه بکنه. شمشیرش هم که زئوس بهش میده. آتنام یه سپر بهش میده که این آینه بوده. خب دیگه حالا خیلی کاری نداره، این همه چیزای خوب بهش دادن، خیلی هم کاری نداره، بره مدوزا رو بکشه دیگه. منتها خب طبیعتا میره مدوزا رو میکشه با این وسیله، یعنی توی سپر نگاه میکنه به مدوزا و میره موقعی که خواب بوده مدوزا، یه خورم نامردی قضیه، میره کله مدوزا رو میبره، کلهشو میندازه توی دونه کیسه ای که هسپریدس یکی دیگه از همین موجودات ایزدی داده بودن بهش و چون سمی هم بوده خونش. اینم بهتون بگم بچه، کله مدوزا رو که میبره
دو تا موجود است توی گردنش میزنن بیرون، یکیشون پگاسوسه اسبالدار خوشگله، یکی دیگرشون یه موجودیه مثل یه جباری، مثل پهلوونی، پهلوون دیوی ازش میاد بیرون. و به همین دلیل خیلی ها بعدن گفتن پرسئوس سوار پگاسوسه. خب در حالی که اینطوری نیست تو اساطیر قدیمی یونانی، اونی که سوار پگاسوس میشه یه پهلوان دیگه است، بلروفون اسمش. خب منتها یه اشاره هایی هست، نه که پرسئوس کشته مدوزا رو، انگار مثلا پرسئوس اولین بار رام کرده پگاسوسو، یه اشاره های اینطوری وجود داره. منتها پرسئوس خودش کفش بالدار داشته دیگه، میپریده دیگه. توی دوره قرون وسطا خیلی جا میفته که پرسئوس سوار بر پگاسوسه و این ادامه پیدا میکنه. فیلم هالیوودی جدیده که ساختن کلش آف تایتنز چه سوار پگاسوسه، البته یه خطای خیلی جدی داره، پگاسوسش سفید نیست، سفید بود پگاسوس. خب منتها پگاسوس هالیوود جدیده دیگه، حالا اینجوری بود. پس بنابراین بچه زره و لباساش و اینا همه از طریق خدایان میاد. خب خودش هم نیمه خداست، اینو داشته باشین. آره پرسئوس یکی از پهلوان بزرگای، یکی از دو تا پهلوان بزرگ یونانی است، مثل رستم است. چون باباش زئوس دیگه. آره بچه زئوس. زئوس زاده است برای خودش. آره. خب اگه لطف کنی بعدی رو، آها یه دونه برگردیم. خب میره چیز میکنه، میره مدوزا رو میکشه و این کله رو برمی‌داره میاره و بعد اون پولیدسس میگه کو هدیه منو آوردی؟ میگه بله آوردم. اینها بهش نشون میده و طرف تبدیل به سنگ میشه و دیگه بقیه قصه رو احتمالاً میدونید. چیز رو کله مدوزا رو میده به آتنا و آتنا این کله رو نصب میکنه رو سپرش، برای اینه که توی تصاویر وقتی میبینید که سپر آتنا کله مدوزا روشه، مال اینه نقشه. و اینکه آره دیگه چیزا رو پس میده در نهایت. البته کلی ماجرا داره قبلش. مثلا یکی از ماجرایی که بهش مرسومه اینه که میگن که رفت با یه غولی به نام اطلس درگیر شد و این اطلس اومد بزنتش، اومد بیرونش کنه از قلمرو خودش و کله مدوزا رو در آورد نشونش داد، اطلس هم سنگ شد. خیلی معمولا یه کار انجام میداده در مقابل دشمنانش. منتها یه اتفاقی که میفته اینه که همون هیس و بیس اینجا نوشته آندرومدا، خب و اینجا نوشته پرسئوس، اگر نمیدونم بتونیم بخونین یا نه، به چیز شبیه چینی نوشته دیگه، عمودی، این سیگماس یعنی، خب این روه، خب پرسئوس پیه. توی این ماجراش یه ماجرایی که داره نجات دادن آندرومداست که شنیدین احتمالا. حالا آندرومدا کیه؟ یه شاهی داشته اتیوپی، یه مقدار پرسئوس با جنوب و با شرق مربوطه، جنوبش میشه مصر و آفریقا و اینا و شرقش میشه ایران دیگه، و دقیقا به قلمروی مربوطه که هخامنشی دستشون بوده، از چشم ایرانی های اون دوره. این داستاناش توی جغرافی های زیر سلطه ایران رخ میده. خب یه شاهی داشته اتیوپی به اسم کیفاس. خب کیفاس یه خانومی داشته، این خانومه یه دختری میزاد و این دختر اسمش بوده آندرومدا و خیلی دختر خوشگلی بود و خانومش، اسم خانومش هم کالیسته یا کالیسه یا یه همچین اسمی داره، یه همچین اسمی داره، اسمش یادم نیست. خانومش انقدر قربون این بچهش میرفته که میگه این بچه من از پریان دریایی هم خوشگلتر. پریان دریایی نرئیسن دیگه، خب دختران پوزیدونن، پوزیدون که میگفته اینجا دختران پوزیدونن، به پوزیدون بر میخوره هوبریس دوباره و میگه یعنی چی؟ کی گفته این دختر خوشگلتره؟ حالا که اینطور شد این دختره رو باید قربانی کنن و یک هیولای دریایی میفرسته به سمت اتیوپی و اون هیولای دریایی اسمش بوده کتوس. خب و ما تو زیست شناسی یه راسته پستانداران داریم بهشون میگیم ستاسه، با سی همینه دیگه. خب یعنی چیا؟ یعنی آب بازان به فارسی ترجمه کنیم، نهنگا و اینا توشن. یه نهنگی میفرسته، نهنگ بوده انگار موجوده. یه چیزم بهتون بگم بچه، کلمه نهنگ و قدیم بین تمساح و نهنگی که ما الان میگیم و اینا خیلی تفکیک قائل نبودن. کلمه نهنگ و همینطور کلمه کتوس تو یونانی کلن یعنی جانور قولاسای دریایی، جانوری که تو دریا باشه، قولاسا باشه رو بهش میگفتن نهنگ. خب حالا یا پستاندار ممکنه باشه یا خزنده ممکنه باشه.
این کتوس رو در واقع میفرستن و خب کیفاس هم دیگه راهی نداره، دخترش رو باید قربانی کنه دیگه، دختر رو میبرن میبندن به یه صخره جلوی دریا که این هیولا بیاد و بخورتش. یه دفعه پرسئوس سر میرسه، این تیکه شبیه این فیلم های یه مقدار وسترنه که یه دفعه پهلوونه میاد و دختره رو نجات میده و میزنه چیز رو، هیولا رو میکشه و با آندرومدا که اینجا آندرومدا رو میبینید خیلی هم خوشحال وایساده این پشت، با آندرومدا در واقع ازدواج میکنه و از آندرومدا پسری پیدا میکنه به اسم پرسس که پرسس میره تو اتیوپی میمونه. و بچه ها اتیوپی برای یونانی ها یه جای اصلا ربطی به این اتیوپی که ما الان میشناسیم نداره، اتیوپی برای یونانی ها یه جای اساطیریه که خورشید از اونجا در میاد. خب تصویری که در مورد اتیوپی داشتن اینه که اونجایی که خورشید ازش طلوع میکنه اتیوپیه و این تصویر باقی مونده تو روایت‌های ایرانی هم یه جاهایی مونده تو اسکندرنامه ها، یعنی باز روایتایی که به یونان مربوطه، اسکندر توی اون سفرهایی که میکنه میره به اونجایی که خورشید داره تازه از پشت از توی زمین یا پشت یه کوهی در میاد و اونجا اتیوپیه و کلی قصه داریم در موردش دیگه. و مردمی که اونجا زندگی میکنن خیلی مردم پارسای، خیلی دیندارن، خیلی آدمای پاکسرشتین، خیلی قصه های اینطوری در موردشون هست. خب حالا اگه لطف کنیم بعدی رو، پس یه پهلوانی شما داریم پرسئوس که حالا ارتباطش با زنان هم یه رابطه دوگانه است، یعنی یکی با زنان اهریمنی و اینا می جنگه و می کشتشون، یکی با زنان دیگر در واقع ازدواج میکنه و میرهاند اونها رو، یه شکل اینطوری داره. و اگه لطف کنیم بعدی رو، بله خب آره بریم بعدی رو هم ببینیم و بعدی رو. آره حالا یه پهلوان دیگه داریم، حالا اینو میخوام مقایسه کنیم شما با هراکلس. خب هراکلس این مشهورترین مجسمه یکی ازش داریم، مال دوره رومیام است. یه چیزی هم یادتون باشه بچه ها، اون دوره خیلی کم پیش میومده یکی واقعا هیکلش این شکلی باشه، آره سیکس پک اینطوری و این که اصلا چربی نداره، یعنی شبیه پرورش اندامی های الانه دیگه. خیلی جالبه که توی مثلا منابع رومی آدم قولپیکر قویه اینا میخواستن بکشن همه چاق و چله بودن، گنده بودن، بیشتر این شکلی خیلی نبودن. خب این هراکلس خیلی بارزه که این شکلی تصویر میشده. آره منتها ببین به طور عادی مشکله اون شکلی بشه یه نفر، مگه اینکه سوارکار باشه. مثلا آهنگر باشه ناشکم داره، آهنگر سیکس پک دیدی تا حالا فقط آهنگری کنه سیکس پک؟ نه بالاخره هست این ور اون ور آدمی که کار اون شکلی میکنه. مثلا موزه آکروپولیس که من رفته بودم تو یونان، مجسمه ها اکثرا خیلی مردا ماریشه‌دار و با مثلا این شکلی خیلی قوی کرد و اکثرا هم لخت و خوب بودن. یعنی حالا توی یه ما صحبت میکردیم میگفتش که یک دوره ای از هنرشون تو مجسمه انگار که مد شده بوده. اصلا اینطوره، آره اینطوری شاید نبوده ولی مد شده بوده. دقیقاً انسان آرمانی رو اون دوره که داره میگه دوره کلاسیک یونانیه، دوره هخامنشی رو در یونان میگن دوره کلاسیک، همه عصر زرین آتنی که میگن دوره پریکلس دیگه، یه دوره 20 ساله‌ایه که ببین یادتونه ایرانی ها رفتن دوبار پشت سرم آتن رو گرفتن دیگه. خب بعدش اونجا یه نفری به قدرت میرسه به نام پریکلس که 20 سال حکومت میکنه و پریکلس یادتون باشه مال خانواده ایه که خانواده آلکمنوئید بهشون میگن، خانواده هوادار ایران هن اینها، اون آلکیبیادس که بعدن خیانت میکنه در میره ایران تو راه میکشنش، اون گروه هایی که هوادار ایران بودن موقعی که جنگ های ایران و یونان میشه به روایت هرودوت، این هم مال خانواده آلکمنوئید هن، این حواستون باشه. زنش هم میلتوس میگیره، یعنی زنش هم از در واقع ایران میگیره. دوره پریکلس رو میگن عصر زرین. این سبک هنری به نظر میاد دوره پریکلس مود میشه، خب چون این معابد یونانی و آتنی و اینا رو اصلا اون موقع میسازن، یعنی اینایی که میگن ارتش ایران رفتن و معابد آتن رو ویران کردن اصلا معبد این شکلی نبوده قبلش، این یه چیز خیلی ابتدایی بوده قبلا. خب نه اینا رومیان، اینا اصلا رومیه، این هنری که داریم میبینین رومیه و متأخره، یعنی مثلا مال قرن 3 4 فکر کنم این قرن 3 میلادیه. اینو اگر من اشتباه نکنم
نه این من من فکر کنم تو ایتالیا است. منتها یه دونه تیپ اینه، این خیلی مشهوره، تیپ اینه که توی موزه آنتالیا است. آره نه تقریبا همینه، گرز ولی دستشه، تقریبا همینه شکل اون هرکولوس چیزو قشنگ شما میبینین دیگه، مال تمدن پرگامونه اون. آره مد بوده دیگه، رومیا بچه ها براشون مهمتره. یه چیز جالب بهتون بگم، هراکلس برای یونانی ها مهمه ولی برای رومیا مهمتره. خب یعنی چه؟ آره برای رومیا اهمیتش بیشتر. خب قصه حالا هراکلس چیه؟ ببین هراکلس مادرش یه خانومی به اسم آلکمنه، خب طبق معمول زئوس دیگه دوباره. شوهر آلکمنه رفته بوده یه حالا سفری و این داشته برمیگشته، یه خورده جلوتر از شوهر زئوس میاد در قالب شوهره، شبیه شوهره میاد و باردار میشه آلکمنه از زئوس، میشه هراکلس، جنین شکل میگیره به اسم هراکلس. بعد شب که میشه میاد شوهر واقعیه و او هم همبستر میشه به زنش و دو قلو بنابراین میزاد، هراکلس و ایفیکلس. بنابراین بچه هراکلس برادر دو قلو داشته، این نکته داشته باشه. یه نکته جالب دیگه در میاد از توش که اینو خیلی جاها میبینین، در مورد کاستور و پولوکس هم همینه. یونانیای قدیم و خیلی از جاهای دیگه دنیا اعتقادشون این بوده که دو قلوها، اصلا مکانیسم پیدایش دو قلو به نظرشون این بوده که یکیشون کار خدایانه. خب یعنی معتقد بودن اگه یکی دو قلو داره میزد، یکیش باباش بابای خودش انسانه، یکی دیگهش تبار خدایان داره. دو قلو رو به همین دلیل مقدس میدونستن خیلی عجا، خیلی معلوم نبوده، مشکل اینه دیگه. آره دو قلوهای تک تخمکی دست یکم خیلی معلوم نمیشه اون بازی گوته. منتها در مورد هراکلس این نمونه خیلی بارز این اسطوره رو شما میبینین. یه نمونه دیگهش هم توی داستان دیوسکوریه، یعنی دو تا داداش دو قلو هن که توی چیز جمینی یعنی صورت فلکی دو پیکر رو میگن کاستور و پولوکس، دو تاشون رو هم رفته میگن دیوس کوری، دیوس خدا، کوری پسران خدا. خب که سوارکار همون جمعه، همون مفهوم جمشید در واقع ایرانی رفته اونور. منتها یه دو قلو هم اونجا بوده، کاستور و پولوکس، که باز دوباره یکیشون ایزدیه یکیشون انسانیه تبارش، و دوتاشون منتها به آسمان میرن و میشه صورت فلکی دو پیکر. هراکلس بنابراین به دنیا میاد. خب هراکلس که به دنیا میاد، حالا مشکلش چیه؟ مشکلش درگیری با، حالا جالبه اسمش چیه؟ هراکلس، افتخار هرا، هرا. خب هرا زن زئوس دیگه. خب ولی زن زئوس که واقعا خوشحال نیست از این ماجرا که رفته شوهر شیطونی کرده دیگه، و خیلی عصبانی میخواد این بچه رو بکشه یه جوری. و هراکلس بنابراین به محض اینکه این بچه به دنیا میاد، شروع میکنه دسیسه برای اینکه این کشته بشه. اولین کاری که میکنه احتمالاً میدونید، یه مار سمی میآفرینه و این ماره میره که هراکلس رو نیش بزنه. هراکلس حالا بچه توی گهوارش گرفته خوابیده، بچه نوزادیه و از اونجا که خیلی قول داره در همون کودکی ماره رو میگیره و کلهشو میکنه و میکشه ماره رو. و خب از یه طرف هرا خیلی شاکی میشه، از یه طرف دیگه معلوم میشه که این هراکلس عجب پهلوانیه. هراکلس توی اساطیر یونان یک سیر تکامل خیلی پیچیده داره. اول اینو حواستون باشه که متأخرتره، یعنی فکر نکنه هراکلس خیلی قدیمیه، مثلا یونانیان خیلی قدیم دور تمدن مکنای مثلا هراکلس داشتن، اینطوری نیست. هراکلس جدیده نسبتاً. همونطور که براتون گفتم توی منابع یونانی پرسئوس هم حتی جدیده، اصلا کلان اساطیر یونانی نسبتاً جدیده، چون تمدن یونانی نسبتاً جدیده. یعنی این تمدنیه که از قرن 8 9 پیش از میلاد اصلا شما میبینیدش برای اولین بار در قالب کاسه کوزه تازه. خب و در قالب متن که میشه متن هومر اولیش مال قرن 8 پیش از میلاده، دوره ماده، خب دوره آشوریاست که برای اولین بار شما، آخر دوره آشوریاست که شما برای اولین بار مثلا متن میبینید، روایتای میبینید. اولین اشاره به هراکلس هم توی هومره. منتها جالبه که توی هومر به نظر میاد این خداست. خب یعنی تو هومر این پهلوانه رو که ما الان انقدر برامون آشناست نمیبینیم. تو هومر هم فقط یک اشاره خیلی گذرا بهش هست، توی اودیسه. باز دوباره این حواستون باشه که اودیسه احتمالاً متأخرتر از ایلیاده. و احتمالاً شما میدونید که احتمالاً
اودیسه. ببینیم بچه ها، یه بحث خیلی جدی است در مورد هومر تاریخی، یعنی اصلا ما هومر داشتیم یا نداشتیم. خب چون یه تفسیری وجود داره، این تفسیر هم میانه قرن بیستم خیلی جدی بود، اصلا غالب بود، الان یه عده بهش معتقدن یه عده نیستن، و اون دیدگاه این بود که هومر یه اسم، همینطوری مثل خیام دیدین کلی شعر میگن مال خیامه، یه سبک شعره دیگه، یه جور ربایی رو که محتوایی داشته باشه رو میگن مال خیامه. حالا در مورد خیام چون متأخره، ما میدونیم این آدم وجود داشته، یه ریاضیدانی بوده و وزیری بوده و یه آدمی بوده برای خودش، منسوب شده به اون، ولی خب تقریبا قطعیه که بخش عمده این 2000 خورده ای ربایی که الان ما داریم تو این دیوانا چاپ میشه منسوب به خیام، اصلا مال خیام نیست. ربایی که تعیین شده میگن مال خیام 127 است، اونایی که خیلی محکم میشه گفت 100 خورده ای، و بنابراین بخش در واقع سبک ادبی به یه اسم وصل شده دیگه. در جهان باستان هم این اتفاق می افتاده، همونطور که براتون گفتم حلقه های هومری ما داریم دیگه، یعنی مجموعی از سرود ها هستن کوتاه کوتان، سبک ادبیشون فرق میکنه، قطعا توسط آدم های متفاوت سروده شدن، دوره های متفاوت، جاهای متفاوت سروده شدن، تم اصلیشون ولی داستاناییه که هومر هم بهش اشاره میکنه. اون وقت میگن اینا هم هومر، قدیم میگفتن اینا هم کار هومره، الان ما میدونیم قطعا اینا دیگه مال هومر نیست. منتها ایلیاد و اودیسه بحث سرشه، یه عده معتقدن ایلیاد و اودیسه واقعا مال یه آدمی به نام هومره. به نظر من ایرادی نداره همچین تصوری، چون بالاخره به خصوص ایلیاد وقتی شما نگاه کنین یه بافت روایی روشن توش هست، یعنی ایلیادو میخونی یه شاعر گفته اینو، تیکه تیکه نیست، میدونی سبکش بالا پایین نداره. اودیسه هم تقریبا همینطوره. نظر الان شخصی منو بخواییم بدونیم، به نظرم سرایندش یکیه، یعنی واقعا ایلیاد و اودیسه یا توسط یه نفر سروده شدن یا در فاصله خیلی کوتاهی توی یه حلقه ادبی یگانه سروده شدن، مثلا شاید توسط یه استادی و شاگرداش. اما اودیسه و ایلیاد یه تفاوتایی هم واقعا دارن به لحاظ سبکی، خب اینم داشته باشین، به لحاظ زبانی خیلی شبیه انا، یعنی لهجه های متفاوت و اینا نیست، برای اینه که میگم شاید حتی یه نفر باشه. منتها در این حال اودیسه متأخرتره یه خورده، یعنی تصاویر و ایده هایی که توی اودیسه هست یه خورده جدیدتر به نظر میاد، انگار مال مثلا یه نسل بعده. خب چیزی که شبیهش شما تو گاهان و توی هفت هات هم میبینید، گاهان یه بافت داره خیلی قدیمیه، هفت هات هم همون حرفا رو داره میزنه، ولی یه خورده تفاوت لهجه داره و بافتش مثلا نثره، بافتش جدیدتره، جنبندیش انتزائی تره، یه خورده جدیدتر. حالا در مورد اودیسه میخوام این اشاره رو که میخوام بهتون بگم اینه که اودیسه احتمالاً یه خورده جدیدتر از ایلیاده، یعنی اگر ایلیاد و شما مثلا هولوش 750 پیش از میلاد تاریخ تدوینش رو بدونید، احتمالاً مثلا اودیسه مال 700 پیش از میلاده، این در این حدود. اینم بهتون بگم بین 750 پیش از میلاد تا 650 پیش از میلاد تاریخ تدوین آثار هومری رو میگن. من تاریخ قدیمیه رو الان گفتم دیگه. خب منتها الان هم اینو داشته باشین که هرچی جلوتر میریم شواهد جدید بیشتر نشون میده که جدیدتره انگار، یعنی داده های جدید بیشتر دور و بر 650 تثبیت میکنه. منتها حالا تاریخ قدیمیه رو من فعلا گفتم. توی اودیسه یه جاییه که اولیس باید بره از مردگان بپرسه یه چیزی رو، چجور برگرده خونش و اینا، بعد میره یه جایی، اون جا کجاست؟ تو آرگولیسه، همونجا که الان دیدین، میره آرگولیس. پس ببین هراکلیس هم مال آرگولیسه ظاهرا، خب مال همون بخش مکنایه. اینطوری بهتون بگم هسته مرکزی تمدن یونانی خارج از آناتولی، اون تیکه آناتولیش تیکه نویسا و فرهیخته و جدیشه، خارج از اون توی مکنایه، اتفاقا شمال یونان نیست که، آتن اونجاست، خب جنوب یونانه. حالا وارد بحثش نشیم، جنوب یونان همین منطقه که میگم به کرت و به مصر خیلی وصله، همونطور که آناتولی به میان رودان و به ایران خیلی وصله، جنوب یونان که الان داریم ازش حرف میزنیم به کرت و به مصر خیلی پیوند داره قدیم، تجارتش هم با اونجاست، لشکرکشیاش هم اونوریه، خیلی به اونجا متصل. نه نه آناتولی ترکیه علمه، ترکیه به ایتالیا اصلا فعلا خبری نیست تو این دوره هایی که من میگم، اصلا یه دهکور است، اصلا هیچ خبری نیست، آره یه دهکور است. تو این دوره هایی که داریم حرفشو میزنیم توی ایتالیا، شمال ایتالیا اتروسکا هستن،
یعنی قوم مهم اونجا اتروسکه. حالا اینم جالبه، اتروسکا هم یه چیز شبیه هرکول دارن، هرکل اسمش. آره هرکل اسمش، منتها فرق میکنه یه چیزایی، شما یه تصویری احتمالاً از همون زده، مال این دورم نیسته. اولین نشانه‌ای که باز از اون ما داریم مال قرن مثلا 4 3 پیش از میلاده، 300 400 سال بعده، فعلا خبر ایتالیا نیست. هراکلس توی روایت هومری میره اولیس میگه که، میره سوال میکنه و تو ترجمه ها شما الان میخونید که هراکلس اومد بیرون از جهان زیرین، دروازه جهان زیرین هم تو آرگولیس بود، همون جایی که پرسوس قبلا الان حرفش رو زدیم، و میره اونجا و مثل احضار روح میکنه و خلاصه از زیر زمین، از دنیای مردگان، دنیای حادث، قلمرو حادث، هراکلس میاد بیرون راهنماییش میکنه. یه جمله ای از تو ترجمه که شما میخونین میگه هراکلس آن که از میان میرایان به قلمرو حادث رفت، یعنی آدم بوده هراکلس. منتها راستشو بخوایم به نظر میاد که این افزوده است، تو اصل متن هومر انگار نیست، انگار ترجمه های قرن 18 19 همی به خصوص قرن 19 همی اینو اضافه کردن به متن. خب تو خود متن الان، حالا متن متفاوته چون نسخه های متفاوت داریم، منتها خیلی معتقدن این تیکه نیست و خیلی معتقدن هراکلس خدای مربوط به جهان مردگان بوده اصلا اولش، منتها تبدیل به یک شخصیت مهمی میشه، برخلاف پرسئوس که انگار یه دفعه یه داستان منسجم یه جا شما دارین. هراکلس یه داستان تیکه تیکه یه که جاهای مختلف شکل گرفته و به هم وصل شده و یه جایش هم زد و نقیزه، و اون تصویری که من میخوام الان بهتون بدم تصویر کلی است که از همه اینا بیرون میاد. هراکلس توی یونان قصه های پراکنده محلی در موردش هست، منتها ما اینو میدونیم که مردم آرگولیس خودشون رو نواده پرسئوس میدونستن، مردم اسپارت همون یه خورده پایین تر خودشون رو نواده هراکلس میدونستن، دوره هخامنشی اینجوری بود و معتقد بودن که هراکلس نواده پرسئوس، هراکلس جدیدتره از پرسئوس، این همه میدونست. خب حالا هراکلس چی کار میکنه؟ هراکلس اولا که بچه‌ها خیلی زورمنده، همونطور که بچگیش معلومه میزنه مار میکشه و اینا، خیلی زورمند. دو اینکه هراکلس یه مقدار ابلهه، یه مقدار شبیه این رس یه سری رفتاراش، و راحت خلبازی در میاره، خشن بیخودیه. پرسئوس خیلی متینه، خیلی پهلوان متین متمدنی، خیلی شهریه. هراکلس خیلی بیابانیه، خب خیلی وحشیه از یه زاویه. لباساشون هم معلومه دیگه، مثلا پرسئوس خیلی سلاح خیلی داره، هراکلس گرز دستشه، پوست میپوشه، یه خود بدویه، یه خود وحشیه. هراکلس پهلوان بازیش با آدما بیشتر نیست، با هیولاهاست، با حیواناست خیلی. به عبارت دیگه هراکلس یه مقدار شبیه نماینده یه شکارچیه بیشتر. اگه پرسئوس نماینده یک جنگاور شهری باشه، هراکلس بیشتر شبیه شکارچیه خیلی خوبه. 12 خانش هم همین شکلیه. هراکلس یه زنی میگیره، اسم زنش هم بهتون بگم، اسمش شهر خوبیه، چی اسمش؟ ای بابا اسمش حافظه منم نم کشیده، اسمش شهر خوبیه، اسم خانومش اسمشه، حالا کاری نداریم. یه زنی میگیره بچه دار میشه از این، حالا چند تا بچه هم یه ده میگن 3 تا، یه ده میگن 50 تا، حالا بالاخره بچه دار میشه. روایت 3 تا رو شما فرض کنید، 50 تاشون مشکله احتمالاً و خیلی هم طول میکشه. آره مونتا بعد مست میکنه، یا به روایت دیگری هرا نفرینش میکنه، عقلش زائل میشه و فکر میکنه اینا گوسفندن همه، و تیرکمون برمی‌داره همه رو میزنه میکشه. خب یکی از شاهکاراش اینه. بعد وقتی اینو میکشه، همه رو میزنه میکشه، خب یه گناه خیلی ناجوری کرده دیگه، میرم پیش سروش خدایان و سروش خدایان میگه باید بری پیش فلان شاه، که شاهیه که خیلی هم آدم تنگ نظر حسود پلیدی معرفی شده، باید بری پیش این فلانی، اسمش هم از این اسمای چیزاله اسمش یادم بیاد، با اوریس شروع میشه اسمش، اوریس کینس یه همچین اسمی داره، خیلی هم مهمه، البته عکسش الان بهتون نشون میدم چه شکلی بود. میره بعد بره پیش این و این هر کاری گفت انجام بده، میره پیش این شاهه و شاهه میگه که تو باید 10 تا کار دشوار انجام بدی.
هرکول میگه خیلی خوب باشه انجام میدم. هرکول هم باشه میدونین که شکل رومی شده این اسمه، و هراکلس یونانی یا هرکول رومی خیلی تو روم مهم بوده، یادتون باشه. این روایت های منسجمی که شما در مورد هراکلس دارین اصلا یونانی نیست، رومیه بیشترش. تو یونان خیلی تکه تکه است، خیلی پراکنده است قصه هراکلس. این شاه بهش میگه 10 تا کار باید انجام بده، این کارا خیلی بامزن. مثلا یکیش اینه که باید بری گاو کرتو بگیری. تو کرت یه گاو بوده خیلی وحشی بوده، اینو باید بری گاو رو بگیری. یکی دیگه اینه که یه ماری است به نام هودرا. اگه لطف کنی بعدی رو حالا برمیگردیم. این بچا کلشو اینجا میبینین، کل 12 خانه هرکول رو اینجا میبینین. هرکول قرار بوده بره 10 تا کار بزرگ انجام بده و میره انجام میده، تو دو تاش جر میزنه، تو دو تاش کمک میگیره از دیگران. نه نه، اون آرگونات است، اون یاسونه. یاسونه توی تو ماجرای یاسون هراکلس میره کمکشون میکنه. منتها پهلوان اصلی اونجا یاسونه که تو چیز جیسون میگن، دوران جدید بهش میگن جیسون، اسم یونانیش یاسونه. هراکلس هم از خیلی های دیگه هم هستن، یعنی یه همه پهلوان ها جمع میشن مثل این کومیک استریپ های چیزی هایتونه، دی سی کامیکس هایتونه، مثلا بتمن داشتیم، سوپرمن داشتیم اینا، بعد یه دفعه یه دونه همه با هم دیگه جمع بودن اینا. اون داستان آرگونات ها این شکلیه. خانه هاشو شما همینطوری نگاه میکنین میبینین دیگه، هراکلس میره یه سری بیشتر جانوران رو شکار میکنه یا میکشه. اولیش هودراست، هودرا یه ماریه که 7 سر داره، هر سرشو قطع میکنی میشه دوتا جاش در میاد، یه موجود خیلی مهیبیه و سرها رو قطع میکنه بعد میسوزونده جاشو. البته کار مشکلیه موقع جنگیدن با مار، ولی خب این کار میکنه که دیگه در نیاد و میکشه. خلاصه هودرا رو، هودرا بچه ها چون با وای مینویسنش الان هیدرا میگن بهش دیگه طبیعتاً، و اسم این اسفنج کوچولوه هیدرا هم از همینجا اومده. این هم باز احتمالا میدونید که هودرا، هودر یعنی آب، هیدروژن دیگه زاینده آب، خب، و یه هیولای آبیه، یه مار آبیه که 7 سر داره. اول اونو میکشه، بعد یه شیریه به اسم شیر نمه، خب یه جایی به اسم نمه یه شیری اونجا از خیلی شیر مهیبیه، تیر بهش کارگر نیست، با گرز میره میزنه تو سرش میکشه شیره رو، پوستش هم میکنه میپوشه. بنابراین چیز هراکلس یکی از نشانه‌هاش اینه که پوست شیر تنشه. به خصوص رومیا، امپراتورای روم میخواستن خودشون رو شبیه هراکلس نشون بدن، پوست شیر تنشون میکردن. آره اصلا نداریم، نکته اینه. آره شیر مال ایران، نه نه، شیرکشیش و اژدهاکشیش، اژدهاکشی رو اژدهاکشی این شکلی هم کم داریم، اژدها به عنوان مار. ببین هم هودرا به احتمال زیاد، هم شیر قطعا از ایران وامگیری شد. آره نه اصلا چیز نمه اصلا سمت ایرانه، اصلا اونجایی که میاد بگیره شمال، جنوب نیست. نه 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 نه، چین اصلا نداره ها بچه ها، چین اصلا پهلوان اژدهاکش نداره. اژدها توی مقدس هستن. آره مقدس هستن، کسی نمیکشه اژدها رو که. آره منتها اژدهایی که اونا میگن با اینه که ما میگیم فرق میکنه. اژدهای چینی بچه یه جانور اساطیری هواییه، اصلا کاملا با اژدهای ما فرق میکنه. نه نه نه، اژدهای کومودو که یه جور سوسماره اصلا. نه اژدهای کومودو رو اصلا جدید پیدا کردن جانورشناسا، رفتن دیدن وارانوس اسم علمیش، دیدن یه جانور خزنده خیلی قولاسایی، یه 7 متر بزرگاش، البته دوم خیلی بلندی هم داره، دیدن یه چیز عظیمیه، اسمش گذاشتن، اسم اون جزیره کومودوه. خب اسمش گذاشتن اژدهای کومودو، این یه چیز جدیده مدرنه. خب اژدها بچه‌ها یادتون باشه، اژدهای چینی یه جانور اساطیری هوایی مقدس نیکه. خب کلن متفاوته با اژدها در ایران، که اژدها در ایران جانور زمینی تیره پلید ماره، شبیه ماره که زهاکوینا که ماره رو دوشش در میاد، نمیدونم رستم که خانه اول اژدها میکشه و چه خانه دوم. آها سیمرغ تقریبا تو ایران شبیه اژدها اون طرفه، البته چینیا سیمرغ وامگیری کردن از ایران. یعنی توی اساطیر چین یه جفت نرماده دارین، یین و یانگ، در واقع اژدها و سیمرغ هم دیگه،
سیمرغ چینی تقریبا همین سیمرغ ایرانی، قطعا هم از ایران راه ابریشم وام گیری شده، منتها شکلش چینی شده دیگه. خب و میگم جفت اژدها هستن و کلی تو هنر چینی سیمرغ اژدها میبینید. این یه جفت خیلی مشهوری، همون یین و یانگ تقریبا. و یادتون باشه یه سنت تاویستیه، سنت اژدها رو جفت کردن با سیمرغ یه سنت تاویستی. برگردیم به غرب. چه؟ نه ببین، آیاکس که داری میگی یا آژاکس فرانسهش، این یکی از پهلوانای ایلیاده. دو تا هم داریم، یه دونه آژاکس بزرگ داریم که میمیره تو همونجا، یه آژاکس کوچیک هم داریم که همینیه که وقتی ایلیون رو غارت میکنن چیزو میدزده، بگو کاساندرا رو میدزده. خب دو تا پهلوان داریم به اسم آیاکس. یه رو یونانیا با همین جی میوشتن، فرانسوی آژاکس میخونن اینا. خب. نه شیر پوشا مهمترینش هراکلسه. بلروفون هم گاهی جا با چیز شیر نشون میده. خب معمولا چیز ایرانی دارم. مهرداد پونتی دیدی چیز شیر پوشیده بود؟ مجسمه هفته پیش نبودی؟ آره، یه مثلا مهرداد پونتی داریم که اونم اگه یادتون باشه مجسمه‌اش کلاه شیر بود. بچه‌ها این که می‌بینید رومیه و فقط همین کافیه نگاه کنید. اینو داشتم میگفتم که 10 تا کار باید انجام میداده، انجام میده، تو دو تاش کمک میگیره از دیگران. کاراش هم والله کارهای عجیب غریبیه، کارهاییه که برده‌ها یا شکارچی‌ها میکنن اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم. مثلا یکی از کاراش اینه که باید بره استبل فلانی رو تمیز کنه. بعد یه استبل خیلی گنده ایه که قرنهاست تمیز نشده، خیلی استبل کثیفیه. خب خیلی مشکله تمیز کردنش. منتها خب به عنوان یکی از هفت خان مثلا این مقدار چیز غیر عادیه دیگه. بعد مسیر رودخونه رو تغییر میده، رودخونه میره توی اون استبل، میشوره استبل رو، تغییر میده، تمیز میکنه. بعد اون شاه میگه نه این قبول نیست، تو قرار بود خودت این کارو انجام بدی، تو از استبل کمک گرفتی. یکی از کارهای دیگه‌ش اینه که قرار بره سیب زرین هسپریدسیایتونه، قبلا هم حرفش بود، اونو قرار بره بدزده. بعد میره اونجا که میره میزنه میکشه اون شاهی که اونجا بوده و اینا، ولی نمیتونه سیب رو به دست بیاره. میبینه اطلس، حالا اون اطلسی یایتونه سنگ شده بود دیگه، تیتانه، یه قوله. اطلس شبیه یه قولی خیلی عظیمیه که قدش به آسمان میرسه و زئوس وقتی شکست داد تیتانا رو اینو عقوبت کرد، گفتش که کیفر تو اینه که آسمان رو پشت خودت نگه داری. و این بیچاره کلاً آسمان رو پشتش بود، یکی کلاً آسمان رو پشتشه. و هراکلس میره بهش میگه که فامیل اون کسی بوده که فامیل هسپریدسه که میتونه سیبو به دست بیاره. میگه بیا برو این سیبر رو بر من بیار. و اطلس میگه خب بیا یه دقیقه این آسمونو یه دقیقه رو دوشت نگرده. و هراکلس میره نگر میداره، اون میره سیبر میاره ولی نمیده بهش، میگه که خب حالا آسمون نگر داشته دیگه. و میخواد در واقع یه جورشونه خالی کنه، منتها هراکلس گولش میزنه. هوشمندانه ترین کاری که هراکلس میکنه اینه که گول میزنه، میگه بیا یه دقیقه اینو نگهدار، الان خستگی در کنم میام دوباره میگیرم. این هوشمندانه ترین کارشه. تیتان هم واقعا ابلهه، چون میاد این کارو میکنه، دوباره آسمون میره رو دوش تیتان. و خب الان البته آسمون الان خوبه وضعش دیگه، شاید اگر هراکلس بود خسته شده بود. ولی این دوتا رو چون دیگران هم توش نقش داشتن، اون شاه قبول نمیکنه، میگه دوتا کار دیگه هم به جای اینا انجام بدیم. منتها کارا بچه ها کارهایی اولا بی ربطیه به هم، بعد نمادین نیست و از این ور از اون ور اومده. مثلا شیر نمه به نظر میاد انعکاس پهلوان شیرکش ایرانیه. کشتن هود را، حالا یه سنت کشتن جانور دریایی ما داریم هم تو فینیقیه هم توی یونان، که یا اونه یا با کشتن مار که از ایران داره میاد مربوطه یه مقدار. مثلا یکیش اینه که برو گوزن آرتمیس رو بگیر، یه گوزنه بوده خیلی تند میدویده، برو اینو بگیر. یکی دیگه‌ش اینه که برو میبینین دیگه پوست شیر و گرز علامت هراکلسه. یکی دیگه‌ش اینه که خدمتتون عرض کنم برو پرنده های نمیدونم فلانو بکش، یه سری پرندن با تیر برو اینا رو بزن بکن، حالا مشکل بوده لابد دیگه. برو گاو کرتو بگیر، برو استبل فلانو تمیز کن، برو گراز فلان چیز روی گراز خیلی وحشی بوده برو اونو بکش. خب کلن کارا تیپ کارای شکارچیه، یا مثلا گرفتن آهو و فلان و اینا تیپ کارهایی که مثلا مستخدم ها و برده ها و اینا میکنن یه جاهایی.
یعنی به نظر میاد که هراکلس، حتی حالا این یه حدس البته، که شاید هراکلس یک پهلوان مربوط به طبقات عوام‌تر، طبقات پایین‌تر بوده، در مقابل پرسئوس که یک پهلوان درباریه یه مقدار و تحت تاثیر فرهنگ باز دوباره درباری ایران انگار شکل گرفته. اگه لطف کنی بعدی رو، انعکاسای زیادی داریم این 12 تا کاریه که انجام میده. اون دوتا کار آخرش جالبه، این همون سیبه است که گفتم. یکی از کاراشونه که برو از جهنم، اون سگه بود سه تا سر داشت، کربروس که تو ایران سربروس میگن بهش، اینطوری هم دیکتش اینجوریه، برو اونو بگیر. خب کار مشکلیه دیگه، و میره از جهنم بالاخره سگه رو برمیداره میگیره میاره و اینا، که خب کار مشکلیه. یکیشون توی اینا یه موجودیه به اسم گریون، یه شبیه قولیه مثلا، اونو باید بره مثلا چیزاشو، رمه هاشو باید بره بدزده. میگم کارا خیلی کارای، و یه نکته خیلی عمده اینکه ربطی اصلا اینو به هم دیگه نداره، یعنی 12 تا کار کاملا بی ربطه. حدس هم بهتون بگم بچه‌ها، این حدس رو توی چیزم آوردم، توی اسطوره شناسی ایزدان که باور کنین داره چاپ میشه، تا قبل عید به دستتون خواهد رسید، تو اون یه تحلیلی در موردش هست که حدس من اینه که هفت خان که یه چیز مهریه، یه سنت مهریه، تأثیرش روی فرهنگ یونانی منتهی به این شده که هراکلس که مهمترین پهلوانشه، پهلوانشونه، روایت‌های مختلفش رو جمع کنن در قالب 12 خان، 10 یا 12 خان، انگار دو تا سنت بوده، یکی 10 تایی بوده، یکی 12 تایی بوده، که این 12 تایی الان رسیده به ما. و منتها خب یه روایت های دیگه هم داریم که 10 تاست. خب نه اینا ارتباط ارگانیکی با هم دارن، نه رمزگذاری چیز خاصیه، در حالی که هفت خانه رو حالا شاید بعداً بحث کنیم، این یه شنبه یه بحثی میکنیم روش توی چیزم، تو اون کتاب اسطوره شناسی پهلوانان ایرانی هم روی سایتم گذاشتم ایبوکشو، اونو نگاه کنید. چه تحلیلی هست در مورد اینکه این هفت تا به هم مربوطه، هفت خانی که ما داریم، هفت تا پله سلوک معنوی مهرپرستاست، یعنی در واقع همون هفت شهر عشق و هفت پله عرفان، سیر و سلوک عرفانیه، و اینا به هم دیگه مربوطه، هفت تا پله پشت سر هم مربوط به در واقع تبدیل شدن انسان به خداونده. در مورد هراکلس خب اینجوری نیست، اصلا معلومه که ایده این که یه پهلوانی یه تعدادی کار بزرگ کرده براشون جالب بوده و به نظر من وامگیری هم بوده، و اینا رو اومدن با هم دیگه جمع بستن، و در دوره رومی ها این خیلی مشهوره. خب یعنی تو متون کهن یونانی ندارین، اصلا 12 خان ندارین، نسبتا امر متأخریه. بعدی رو اگه لطف کنین، جان چیه؟ گرز بوده که مثلا هراکلس همشه علامت گرزه، اونم رستم هم خب خیلی جاها با گرز معروفه. نه فرق میکنه، اولا گرزشون ربطی به رستم نداره ها، هفت خانی که دارم میگم قدیمی تر این حرف هاست. نه نه، سنت مهری، سنت مهری هفت پله رو داره توش. خب اصلا قبل رستم و ایناست، رستم مال دوره اشکانیه، مال قبل این حرف هاست، مال بعد این حرف هاست. توی دوران چیز همون احتمالاً توی دوران اواخر دوران هخامنشی و اون در اون دورانی که بهش میگن دوره هلنی، این اومده وامگیری شده، اومده اینا رو مرتب کردن. منتها بچه‌ها سنت‌های محلی از شاهکارهای هراکلس داشتیم قبلاً، نمونه‌هاشو ببینین. اینایی که الان بهتون نشون میدم همه تقریبا مال دوره هخامنشی، همش هم کاسکوزه است، کاسکوزه یونانیه که روش نقشای هراکلس رو شما میبینین، یعنی یونانیای قدیم چجوری میدیدن این آدمو. مثلا این داره هودرا، داره با هودرا میجنگه اینجا. خب بعدی رو لطف کنین، این داره شیر نمر رو میکشه، همه مال اوایل دوره هخامنشی، اوایل تا اواسط دوره هخامنشی. اینا که جان شیر دیگه، آره آره دارم حالا اونم یه تعبیریه دیگه، آره لامبادای قدیم. آره بعدی رو اگه لطف کنین، آها این جالبه، جالبه اینجا ریش نداره، معمولا ریش داره هراکلس. هراکلس آهوه آرتمیس رو گرفته، گوزن آرتمیس رو، آپولون اومده نذاره ببره، داره با آپولون هم دعوام میکنه. این هوبریس نیست؟ هوبریس میتونی بگی هوبریس هم هست، منتها پسر خداست دیگه خودش، میدونی؟ بچه اینم جالبه، این روی یه چیز کورینتیه، حکاکیه روی یه کلاخود کورینتیه، این که داریم میبینیم. بعدی رو لطف کنین، این همون گوزن مورد نظره که گرفتتش،
پوست شیر و اینا رو هم میبینین بعدی رو لطف کنین. گرازه است معمولا هم اون آقای اون پایین هایی گفتین که اون شاه هست، شاه هست که بهش دستور میده این کارا رو بکن. خب معمولا مثلا چه میدونم گرازه رو میگیره میبره میکوبه تو سر شاهه، نمیدونم فلان جانور وحشیه رو میگیره میبره ول میکنه تو کاخ شاهه. یه مقدار تصویرش تصویر انگار روایت برده ها انگار ساختن. خب البته این یه حدسه ها، همطوری دارم میگم، این چیز نداره، یعنی جای نخوندم اینو، نظریه این نیست پشتش. منتها حدس من اینه که شکل روایت هراکلس شبیه روایت هایی که بردگان در مورد سرورشون میسازن. خب تیپ روایت های پهلوانی دیگر نیست. روایت های پهلوانی درباریه، اشرافیه، یه مقدار مال طبقه جنگاوره. خب هراکلس اینجوری نیست. یه دلیلش میتونه این باشه، منتها باز دوباره در مورد محبوبیتش خیلی هم افراط نکنین، چون پرسئوس به نظر میاد مهمتر بوده. تو دوره رومیا این مهم میشه و اصلا تو ایتالیا هراکلس مهم میشه خیلی. توی یونان هم مهمه، ولی خیلی روایت خیلی پخش و پلا در موردش داریم، خیلی چیز منسجمی نیست. تبدیل شدنش به یه آینه درباری مال دوره رومه، توی روم اصلا اتفاق میفته. و بعدی رو لطف کنین، آره این سربروس سگه، اون آقا هم که معلومه که دیگه شاه هست دیگه، همیشه هم در میرفته میرفته تو خمره. آره تو خمره است. خب خیاط در کوزه افتاد، خیاط شاه چیز بود. خب چی میشه میمیره هراکلس؟ هراکلس به این قلدری چی میشه میمیره؟ یه جونم براتون بگه که یه کنتاروسی بود، اینم بهتون بگم، تمدنایی که اسب نداشتن در برخورد با مردمی که سوارکارن، سوارکار نه اینکه فقط اسب اهلی کردن، یعنی سواره میرن میجنگن، در برخورد با مردمی که سوارکارن یه موجودی رو ایجاد میکنن که نصف بدنش آدم و نصف بدنش اسبه. یونانی ها این کار رو میکنن، یونانی ها قبایلی که میبینن و سوارکارن ایرانی هن. و به احتمال زیاد قبل از اینکه بخوان پارس آماده رو ببینن سکاها رو دیدن اینا، یعنی سنتورها که تو فارسی میگن سنتور و فلانس از کلمش، خود یونانی ها بهشون گفتن کنتاروس، سی اولش کا بوده، کاپا بوده، کنتاروس بهش میگفتن. اینها به احتمال زیاد انعکاس ذهنیشون از سکاهای سوارکاره، ویژگی هاشون هم میخوره، مال شمالن، مال همون منطقه ای که اطراف دریای سیاه دست سکاها بوده، خردمندن یه جورایی، گیاها رو خیلی خوب میشناسن. اون ویژگی هایی که به سکاها نسبت میدن به سنتورا هم نسبت میده. نه فقط کلا نیست، از ببین آدمی که سوارکار نیست تو جنگ تو یکی رو ببینی یه آدم سوارکار ببینی عجیبه دیگه. جالبه آمریکای جنوبی هم سرخپوست هم در برخورد با اسپانیولا یه همچین چیز درست میکنن، اونا هم یه مفهوم اینجوری موجود اینطوری دارن، معمولا هم موجود پریدیه، دشمنیه که داره میجنگه دیگه. حالا یه چیزی داریم، یه کنتاروسی داریم به نام، چی بود اسمش بچه هم؟ نستیس؟ نسوس؟ یه همچین اسمی داره. یه کنتاروسیه که حالا ماجرش اینه که زن هراکلس مغازه رودخونه رد شه. هراکلس هم به نظر میاد خیلی بیتوجه بوده به خانوادهش، اونایی رو که نمیکشته خیلی توجه بهشون نمیکرده. مثلا از تو رودخونه میخواستن رد شن، هراکلس شنا میکنه میره و این زنش باقی میمونه، چجوری از رودخونه رد شه؟ این کنتاروس میاد میگه بذار من کمکت کنم سوار من شو رد شو. معلومه که خب یه خورده بالاخره خیلی هم آره آدم چیزی نبوده و هراکلس یهو به عنوان شوهر غیرتی سر میرسه که وایسین ببینم چی شد و میزنه میکشه اون سنتور بدبخته. سنتور نستوسه اسمش، سنتوره که داشته میمرده با تیر زهراگین میزنه میکشتش، با تیری که به بزاق هودرا اون ماره بود آلوده شده، خیلی زهر وحشتناکی. نستوس که داشته میمرده به زنه که اونجاست میگه که لباسش در میاره، میگه ببین هر موقع شوهر دیدی داره بهت خیانت میکنه این لباس منو تنش کن، جادوییه. حالا لباسش چی شده؟ با خونش آغشته شده که توی خونش زهر هودرا هست، اینقدر زهر خطرناک بود و میخواست انتقام بگیره از هراکلس دیگه و میمیره.
زنش هم خوشحال لباس رو برمی‌داره میبره، بعدش هم خب طبیعتاً هراکلس بهش خیانت میکرد، به خانومش میگه عزیزم بیا این لباس رو بپوش، میپوشه مسموم میشه هراکلس و میمیره. مردنش هم این شکلیه. توی روایت‌های بعدی رومی میگن که نه، هراکلس نمرد، بلکه مرگ رو شکست داد. و برای همینه که بهش میگن هراکلس کالینیکوس. تو دوره هلنی، اون دوره بطلمیوسیا، این روایت مال شمال مصره و به نظر میاد تحت تاثیر روایت‌های مصری، تحت تاثیر داستان اوزیریس و هوروس که مرگ رو شکست میدن این ساخته شده. منتها توی اون روایت هراکلس موجودیه که بر مرگ غلبه میکنه و جاویدان میشه و میره در جرگه خدایان. آره. ببین توی روایت های یونانی قدیم به نظر میاد که تو روایت های اصلی میمرده هستن. تو روایت های یه مقدار متأخرتر میگن پدرش زئوس رو به آسمان برد و اومد تو جرگه خدایان، تبدیل به خدا شد. توی روایت های باز یه هوا جدیدتر که اینا روایت هایی که میگم تو اسکندریه شمال مصر اصلا تدوین شده، ولی یونانیه، مقدونیا در واقع اینو تدوین کردن، مقدونیا و یونانیا، اونا میگن که هراکلس علاوه بر این که به جرگه خدایان رفت، خودش رفت، یعنی آدمی بود که خدا شد. خب که یه ایده جدیدتریه نسبتاً. و کلی شما توی اون منطقه و این دوران مجسمه هراکلس دارین که زیرش نوشته هراکلس کالینیکوس، هراکلس پیروزمند، یعنی بر مرگ پیروز شد. و این تصویریه که بعداً با مسیحیه که میشه، این دقیقاً قبل مسیح و دوران مسیحی هستن. مسیح هم همینه دیگه، کشته شد ولی بر مرگ غلبه کرد، خدا شد. یعنی این تصویر با آیین مسیحیه که میشه. فکر کنم تموم شد نه میر؟ آره تموم شد. خیلی خوب بچه ها، خودتون مقایسه کنید اینو دیگه. حالا با رستم و اسفندیار، بعدا به رستم و اسفندیار برسیم، اونا رو بگم با این مقایسهش خواهم کرد. متعلان شما خودتون فکر کنم تصاویر رو دارین بتونین یه